اسلامی می‌بینه که قطاری رو که سوارشه، یه لوکوموتیو این قطار، یه حلقه سخت وفادارانند که اتفاقا برای همین طرفدار جمهوری اسلامی. اگه از چند تا اصل نظام جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، آن حلقه وفاداران اولین گروهی هستند که از قطار جمهوری اسلامی پیاده میشه. تشدید اختلاف‌ها بر سر نوع پوشش زنان در ایران، صدای مخالفت با حجاب اجباری در جامعه مذهبی هم بلندتر شده. همزمان جمعی از نواندیشان دینی از فقها خواستند به سیاست حکومت در قبال حجاب اعتراض کنند. امشب می‌پرسیم می‌شود از فقیهان انتظار همدلی با مخالفان حجاب اجباری داشت؟ در ادامه برنامه امشب، قتل برادر مالک برج‌های متروپول آبادان به دست افراد ناشناس، مهاجمان بعد از تیراندازی فرار کردند. ابهام درباره سرنوشت توافق روسیه برای صدور غلات اوکراین، بندر اودسا هدف حمله موشکی قرار گرفت. و داستان مردی که تسلیم سرنوشت نشد، علیرضا فیروزکوهی بعد از قطع نخاع مدال طلای بدنسازی را برد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. حجاب این روزها به یکی از بحث‌های اصلی در جامعه ایران تبدیل شده. تعدادی از نظرها واکنشی است به کارزارهای مختلف، از جمله نه به حجاب اجباری و حجاب بی حجاب. طرفداران شیوه حکومت در برخورد تند با معترضان به حجاب اجباری میگویند که اگر در برابر روسری کوتاه بیایند، کار به دامن و لباس زیر هم میکشد. معترضان میگویند که آنچه حکومت در موضوع حجاب میکند آشکارا در تضاد با حقوق و کرامت انسانی است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد صداهای اعتراض در داخل ایران بلندتر شده، تا جایی که به گواهی احمد خاتمی، یکی از روحانیون تندرو که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان است، بحث درباره این اعتراض ها به نشست گروهی از خبرگان با رئیس جمهوری هم کشیده. در میان بالا گرفتن این بحث‌ها، عده‌ای از نواندیشان دینی ضمن تقبیح حجاب اجباری از فقیهان خواستند تا در کنار اعتراض‌ها قرار بگیرند و بگویند از حجاب اجباری بیزارند. ولی واقعاً می‌شود از فقیهان چنین انتظاری داشت؟ اگر هم چند فقیه خارج از دستگاه قدرت چنین موضعی بگیرند، چه دردی از جامعه دوا می‌شود؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از پرهام قبادی. صحنه ای که قلب بسیاری را به درد آورد، استیصال مادری که گشت ارشاد فرزند بیمارش را برد. زجه های او به کارزارها علیه حجاب اجباری شتاب و قدرت بیشتری داد. حالا زنان محجبه هم به این اعتراض ها پیوستند با هشتگ من محجبه و مخالف گشت ارشادم. با اینکه از کارزارهای دیگر علیه حجاب اجباری کم شمارترند، ظاهرا حکومت را بیشتر ترساندند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در مقاله‌ای گفت این پویش بلا تکلیف و بی‌نتیجه است. بعد مدعی شد که در سالهای اخیر زندگی در ایران برای گروه‌های مذهبی و محجبه در همه ابعاد سخت‌تر شده، مثل خرید، پارک رفتن و ثبت نام کودکانشان در مدارس. سرمقاله روزنامه جوان هم که به سپاه نزدیک است درباره همین کارزار بود. مدیر مسئول تلاش کرده کار گشت ارشاد را توجیه کند و به تمام انتقادها پاسخ دهد. از جمله میگوید فیلم‌هایی که از اذیت و آزار زنان به دست گشت ارشاد بیرون می‌آید در حدی نیست که بتوان ادعا کرد تعدادشان زیاد است. روزنامه‌های دیگر هم به این موضوع پرداختند، از جمله آرمان ملی و اطلاعات. هر دو نقل قولی از آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید شیعیان آوردند. او 5 سال پیش گفته بود آشفته بازار بودن مسئله حجاب و عفاف با فشار سرنیزه حل نمی شود. هرچند ظاهراً آقای جوادی آملی به حق انتخاب مردم اعتقاد ندارد. این اون که فرمود لا اقراب دین در نظام تکوینی است. یعنی بشر آزاده. کمال در آزادیه. اما تو حساب شریعت، در حساب دین، در حساب نظام اسلامی اینطور نیست که بگیم هر کسی آزاد میخواد به هر وضع باشد. اینطور نیست. شاید برای همین است که جمهوری اسلامی زنان غیر ایرانی را هم مجبور به رعایت حجاب میکند، مثل این خبرنگار روس در مصاحبه با وزیر ارتباطات ایران در روسیه.
البته ظاهرا فقط جلوی دوربین و برای آنچه مردم می‌بینند. سرعت تغییر حکومت با جوانان یکی نیست. شکاف دائم بیشتر می‌شود و هر بار طیف جدیدی با حجاب اجباری مخالفت می‌کنند. حالا گروهی که خود را نواندیشان دینی می‌دانند از فقها خواستند کنار زنان قرار بگیرند. سرشو کوبیدن به ماشین. اینطور نیست که شهروندان نظام جمهوری اسلامی. شاید دلیل نگرانی حکومت از مخالفت محجبه‌ها با گشت ارشاد را بتوان در حرف‌های معاون وزارت جوانان دولت پیدا کرد. ترس از دست دادن آخرین پایگاه هوادارانش. عملی باز هم نظام جمهوری اسلامی نفع خودش رو در این نمیبینه که وابده اصطلاحا، چون نظام جمهوری اسلامی میبینه که قطاری رو که سوارشه یه لوکوموتیو این قطار، یه حلقه سخت وفادارانند که اتفاقا برای همین طرفدار نظام جمهوری اسلامی. اگه از چند تا اصل نظام جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، آن حلقه وفاداران اولین گروهی هستن که از قطار جمهوری اسلامی پیاده میشه. خوب برداشت در روسری اکتفا نمیکنه، الان روسری رو زده رو چوب وایساده رو بلندی، فردا شورتش رو زنه وای میسه رو بلندی. البته حساسیت روی لباس زیر زنان در جمهوری اسلامی تازگی ندارد. خانمایی که فکر میکنن به نام آزادی اونهایی حرف زده میشه، وقتی که جنس زن رو غرب به صورت مانکن توی ویترین فروشگاه میگذاره که یه سینه بندی رو نمایش بده یا یک شورتی رو نمایش بده یا یک زیر پوشی رو نمایش بده، این آزادی زنه، این ارزش زنه. اکبر هاشمی رفسنجانی 2 سال بعد از این سخنرانی خواستار اردوگاه کار اجباری برای زنانی شد که حجاب را رعایت نمی کردند. اینها نوعاً آدم‌های مرفعی هستند که درد مشقت کار و این حرف‌ها را نچشیدند و با پول‌های بادآورده‌ای که یا شوهرشان دزدیده یا خودشان می‌دزدند یا به ارث رسیده و یا از چیزهای دیگر اینجوری بار آمدند و فکر شده که در هر منطقه‌ای یک اردوگاه برای اینها درست کنند و در آن اردوگاه وسایل کار بگذارند، معلمین اخلاق هم در آنجا بگذارند. بعد زنان لخت می‌اند تو شهرها. رهبران جمهوری اسلامی و طرفدارانشان همیشه بی‌حجابی را با اوریانی مقایسه کردند. مسلمانان مردم نمیذارن زنها و مردها با هم داخل هم بشن و تو دریا بریزند و به جان هم بیفتند. رهبر فعلی هم انتقادها از حجاب اجباری را مسئله امنیتی میبیند. دشمنان ما از طرق مختلف، حالا چقدر پول خرج میشود برای اینکه بتونن این تلویزیون ها و این رادیو ها و این فضای مجازی و این سایت های اینترنتی رو به کار بیندازن و هی تبلیغ بکن، بگو 100 بار که چه بشه، که نتیجهش بالاخره این بشه که 4 تا مثلا فرض کنید دختر فریب بخورن توی خیابون حجابشون رو بردارن. سیاستی که جمهوری اسلامی بعد از 4 دهه حاضر نیست از آن کوتاه بیاید. پرهام قبادی، BBC. دو میهمان داریم، داریوش محمدپور پژوهشگر علوم سیاسی که اینجا در استودیو با ما هستند و همینطور شادی امین پژوهشگر و فعال سیاسی که از فرانکفورت آلمان به برنامه پیوستند. سوال اول رو از آقای محمدپور میپرسم. آقای محمدپور، شما از جمله کسانی بودید که بیانیه رو امضا کردید و عالمان و فرزانگان و فقیهانی رو که پروای خدا دارند خطاب قرار دادید و گفتید که دست رد به حجاب اجباری بزنند. منظور شما از این عالمان و فرزانگان و فقیهان کیها هستند؟ ببینید، وقتی میگیم عالمان و فرزانگان و فقیهان، عموم انسانها رو شامل میشه و علل خصوص وقتی از تخصیص فقیهی که پروای خدا داره حرف میزنیم، یعنی فقیهی که پشت نام خدا، پشت نام پیامبر، پشت نام قرآن، پشت نام سنت برای سرکوب انسان و در این مورد خاص برای سرکوب و سلطه بر زن پنهان نشه. این هشدار است به اینها که شما از دین استفاده معکوس میکنید برای سلطه، برای حکمرانی بر انسان، برای ضایع کردن و تباه کردن حقوق انسان و در اینجا به طور خاص حقوق زنان. ولی در بند بعدی بیانیه اشاره هست به تمام مردانی که جنسیتشون جار و بر وجدانشون و بر انسان بودنشون تنگ نکنه، که به نظر من گام بلند این بیانیه این است که از تقسیم بندی جنسیت و از تقسیم بندی باور و دین فراتر رفته و رویکرد کاملا
انسان محور و انسان گرا داره. ولی خب در میان امضا کنندگان همین نامه زنی دیده نمیشه. خب زنی در دسترس نبوده که خوب امضا کنه. خانم امین شما چی فکر میکنید؟ از نظر شما آیا این بیانیه مثلا و حرفایی که امروز هم در بخش‌های مختلف جامعه ایران زده میشه فاصله گرفتن گروهی از نیروهای مذهبی یا بخشی از نیروهای مذهبی است از آنچه که حکومت میکنه بر و اجرا میکنه در ایران؟ سلام میکنم خدمت شما. متاسفانه تصویر شما رو ندارم، برای همین بحثم ممکنه اون احساسی که دلم میخواد بروز بدم نداشته باشه. خودتون اشاره کردین که در این بیانیه امضای زنان نیست و گفتن در دستک کسی در دسترس نبوده. خب این خودش نشون میده که چقدر از فضاهای زنان دور هستن، چقدر هزینه هایی رو که زنان دادن این آقایون نمیشناسن، چون اکثر کسانی که امضا کردن امضا کنندگان بیانیه هستن که سال 2018 فکر میکنم سال بهمن 97 امضا کردن. در اونجا هم گفتن که حجاب اجباری رو بر نمیتابن. زمانی بودش که دختران خیابان انقلاب علیه حجاب اجباری در واقع صدای زنان رو بلند کرده بودن. خب میبینیم که هر وقت این صدا بلند میشه و این بار با کمپین هایی که تو چند ماه اخیر بوده، فشارهایی که گشت ارشاد آورده به زنان تو خیابونا و فیلماش تو فضای مجازی پخش شده، دوباره این آقایون فعال شدن. ولی واقعیت امر اینه که اینها چه اونهایشون که نزدیک به حکومت بودن، چه از نزدیکی به برخی از حکومتیان بهره‌مند بودن، هیچگاه فضای سرکوب زنان رو حس نکردن. از این جنبه به نظر من این بیانیه همونطور که شما هی سوال رو تکرار میکنین و تعجبتون رو برانگیخته، معلوم نیست رو به کیست و چه رویکرد عملی داره، در واقع خواستش دقیقا چیست. بیانیه بسیار در هر صورت افرادی اعتراض کردن، بار چندم هم هست که اعتراض کردن و با حرکت اعتراضی همراه شدن. چه اشکالی میبینید در اینکه کسانی بخوان به این حرکت کمک بکنند؟ به هیچ وجه اشکالی در اینکه کسانی بخوان به یک حرکت کمک کنند نمیبینیم. اشکال در اونجاییست که مجددا ما رو در واقع ارجاع میدن به یک حکومت دینی، وقتی دائم از مسلمانان، از شیعیان، از رسالت در واقع آن جامعه‌ای که محمدی است یا علوی است، دوباره ما رو در واقع در یک فضای دینی و بر اساس امر به معروف و نهی از منکری که این آقایون تعریف میکنن، در واقع ما فضایی رو دوباره باید تصویر بکنیم که برای زنان قرار چنین مردان صحیح. این بار که خودشون رو روشنفکر دینی تعریف میکنن. و البته فراموش نکنیم در سالهایی که اینها از نزدیکان حکومت بودن یا حکومت مطلوب اینها سر کار بوده، یعنی دولت‌های وقت اصلاحات، ما مجدداً با این فضاها روبرو بودیم، مجدداً در اون دوره‌ها هم سرکوب وسیع زنان رو توسط گشت ارشاد و نهادهای دیگه دیدیم. به همین دلیل به نظر من قابل باور نیست این دفاعی. همین نکته‌ای که شما اشاره کردید از آقای محمدپور میپرسم، آیا دوباره به حکومت دینی ارجاع میدید؟ خیلی خوشحالم که خانم امین قبول دارن که این اعتراض به جایی است و باید اعتراض کرد. ولی این نکته عجیب است برای من که گویا خانم امین اصلا مطلقا متن بیانیه رو نخوندن، به خاطر که بیانیه ارجاع به حکومت دینی نمیده. بیانیه توجیه حکومت دینی نیست، بیانیه در دفاع از حق انحصاری مسلمانان یا شیعیان مطلقا نیست. بیانیه به صراحت، ولی در بیانیه گفته میشه که این نوع اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر همانا موجب اضمحلال رسالت محمدی و استحاله پیام علوی. درست. ولی اون امر به معروف و نهی از منکر است که به جای اینکه گریبان حاکمان و صاحبان قدرت رو میگیره، گریبان شهروندان رو میگیره. این دقیقاً نقطه مقابل همون چیزی است که خانم امین میگه ارجاع به حکومت دینی. مطلق ارجاع به حکومت دینی است، چون جمهوری اسلامی در طول این 40 سال از امر به معروف و نهی از منکر برای سرکوب عموم شهروندان از جمله زنان استفاده کرده. این بیانیه درست داره خلافش میگه، یعنی داره اون رو از ادعا میکنه، باز میستاند سلاح امر به معروف و نهی از منکر رو از صاحبان قدرت. صحیح. شما میگید این شمشیر ما همچنان بذاریم در دست صاحب قدرت بمونه و نگیم ازش حرف نزنیم، به خاطر اینکه ما میخوایم اسلام یا شیعه یا مرد
حتما خفت بکشه و سرشکستگی بکشه و در کنار زن نایسته. چون سوال اصلی این است آیا ما میخواهیم که مسلمان، شیعه، مرد زن رو تکریم کنه، به حقوق زن احترام بگذاره، در کنار زن بایسته نه در برابر زن، یا میخوایم یا نمیخوایم؟ خب اگر میخوایم این یه گام مثبت، اگر نمیخوایم بگیم بسیار خب ما نمیخوایم این کسی کارو بکنه. اینکه همین سوال رو من از خانم امین بپرسم، اینطور به نظر میاد که شما بیشتر نگران دین هستید تا مردم. اینطور به نظر میاد که متن گویا... متن بیانی هم به دین تاکید میکنه هم به انسان. خیلی خوب خانم امین، آقای محمدپور میگن که چه اشکالی داره که انسان شیعه مرد و مسلمان دغدغه خودش رو به این شکل مطرح بکنه و ابزار امر به معروف رو از دست حکومت خارج بکنه. الان سوال اینه که مردان طرفدار این 15 نفر، مردانی که میخوان رسالت محمدی رو، ببینید وقتی میگیم ارجاع به دین ایشون رد میکنه، در هیچ جای بیانیه نمیبینیم که بگه جدایی دین از سرنوشت و زندگی زنان، برکنار کردن هر گونه دخالت در زندگی و روی بدن زنان، چه از سوی مردان مسلمان شیعه و چه از سوی حکومت دینی. ما با این واژه‌ها روبرو نمیشیم. برای همین در حد همین روشنفکران دینیست، زنانی که دارن مطالباتشون رو مطرح میکنن مستقلن به پیش میرن، قرار نیست پرچمشون رو دست این آقایون بدن خوشبختانه. و این آن چیزی که مطرحه اینه که باید از این آقایون الان سوال بشه دقیقاً شما قراره چه بکنید؟ آیا شما قرار است در خیابان‌های تهران دعوت بکنید از گشت انتظامی نیروهای در واقع گشت ارشاد که طرفداران شما هستن برخن، ازشون میخواهید که سیاست فرماندهانشون رو اجرا نکنن؟ آیا شما از مردان مذهبی که بخشی از شما جزوش بودین، زنان شما باید چادر و روسری سر میکردن؟ خانم امین چیزهای زیادی گفته نمیشه، ولی مشخصا به مثلا فقیهان و عالمان گفته میشه که از این کارهای حکومت ابراز بیزاری بکنید. اینها خب قشر خاص رو هدف گرفتن. ببینید ابزار بیزاری، ابراز بیزاری معنا نمیده. ببینید خیلی سه. روشنه سه. قرار است آیا در خانواده های اینها حجاب آزاد بشه؟ در خارج از کشور برخی از این افراد زنانشون رو خیلی خوب اشاره میکنید. اجازه بدید که همین سوال رو من از آقای محمدپور بپرسم. با این بیانیه میخواید چیکار بکنید؟ خانم امین میپرسن که اگر بخواید نتیجه اون رو ملموس بکنید چی میگید؟ اولا که این بیانیه یه گروه سیاسی نیست، یه عده متفکر، یه عده صاحب فکر نشستن دارن با هم گفتگو میکنن، دارن موضع فکری و دینی خودشون رو در چهارچوب نگاه کردن به احکام و موازین دین اسلام در قرن 21 نگاه میکنن. در ثانی چه اتفاقی میفته وقتی شما میگید؟ من واقعا تعجب میکنم، بیانیه روبروی ماست که به صراحت میگه مردانی که جنسیتشون جا رو برای وجدان و انسان بودنشون تنگ نکرده، من نمیفهم چطور از این جمله شما دین استنباط میکنید. جمله کاملا انسانگراست، انسان محوره، هیچ رنگی از اون نداره. بله در کنارش فقیر هم خطاب میکنه، به خاطر که فقیر یکی از این انسان‌هاست و دست بر قضا این فقیر در قدرت دست داره. مکلفی شما به عنوان یه نفر مسلمان اخلاقی در برابر قدرتی که به فساد و ظلم آلوده شده بایستی، در چون مخاطب درست تشخیص داده. چه اتفاقی قرار بیفته؟ من عرض میکنم به شما که گویی تاریخ این 40 سال جمهوری اسلامی، تاریخ فکری رو نمیخونید. در همین جمهوری اسلامی آیت الله منتظری رو داشتیم، آقای احمد قابل رو داشتیم که درباره همین احکام حجاب حرف زده، آقای امیر ترکاشوند کتابی نوشته درباره حجاب شرعی در عصر پیامبر، و بسی کسانی بودن که در همین 10-20 سال گذشته مدلول و مضمون سخنشون اینه شما به عنوان یک زن میتونید حجاب نداشته باشید و خدشه‌ای به ایمان شما وارد نمیشه. این برای دینداراست، برای غیر دیندارا که مسئله کاملا قابل حله. بعد شما، من نمیفهمم چطور شما از این بیانیه که به صراحت داره این ابزار سرکوب رو از دست فقیه و از دست قدرت میستاند، شما بهش میگید این ابزار رو از دست قدرت نگیر، بذار باشه دو دست قدرت. خانم امین شما اجازه بدید من اول چند نکته رو بگم. دو بار شما ارجاع دادین به این که من نخواندم و نمیدانم. شما همینجا نشون میده که اتفاقا از موضع مردانتون نه، من جمله رو برای شما میخونم، به مرد و زن ربطی نداره. اجازه بدین آقای محمدپور، زمانی که من میام راجع به یک بیانیه بحث بکنم قطعا خوندمش و شما مجاز نیستین بگین بیانیه رو نخوندین. یک. دو، وقتی من میگم که شما در این بیانیه همچنان از یک حکومت دینی دفاع میکنید، آنجاییست که شما میگین نوع
در واقع امر به معروف نهی از منکر نوع مال شما باید باشه، تعریفی که شما دارید. آنجاییست که شما از رسالت محمدی حرف میزنید مجددن، یعنی شما در واقع از برداشتن دست دین از زندگی زنان حرف نمیزنید. چرا دقیقاً مضمونش همینه؟ هیچ جای دفاع از حکومتش نیست، هیچ جا دفاع از حکومتش نیست. اگر میخواستید اینو بگید به روشنی و صراحت. یکی از مسائلی که این به اصطلاح روشنفکران دینی دارن، البته من این واژه رو شما به خودتون در واقع الساق کردین، من نگفتم، شما به خودتون میگین روشنفکر از نوع دینیش. شما در واقع اتفاقا یکی از مشکلاتتون اینه که سر جدایی دین از دولت مشکل جدی دارید. مطلقا چنین مشکلی وجود نداره. البته من جزو اون گروهی که شما روشنفکری دینی میدونید نیستم، ولی روشنفکری دینی اونایی که شما به نام میشناسید، از آقای مشتهد شبستری، از دکتر سروش گرفته، از دکتر محسن کدیور گرفته و کسانی که با هم اختلافات فراوان دارن، همه اینها به صراحت از اینی که دین در حکومت دخالت کنه انتقاد کردن. من نمیفهمم شما چطور میگید این حرف نزن. میگه به چه صراحتی باید این کارو بکنن؟ خانم امین، من یک نکته از بیانیه رو همینجا بگم که گفته شده انسان ایرانی اعم از زن و مرد فارغ از همه تفاوت‌هایشان با آزادی فردی زندگی اخلاقی و مسالمت جو در پیش بگیرند و هیچ کس در کشور به بهانه تفاوت در اندیشه، ایمان، پوشش، رنگ، جنسیت و قومیت عقوبت نشود یا از حقوق اولیه انسانی و شهروندی خود محروم نشود. این معنای خیلی به نظام سکولار نزدیکه. بله، بله، همینطوره. در یک حبابی اینها گیر میکنه. ما عین این واژه ها رو در حقوق شهروندی که دولت روحانی هم تصویب کرد میبینیم. ببینید این حرف ها قشنگه. زندگی فردی، عملکرد تاکنونی این افراد معیار دوم ماست و آنچه که اینها در مجموع برای جامعه ایران توصیه میکنن. ببینید آنجایی که اینها مسئله نهاد خانواده به این شکلی که موجوده، زن به عنوان جنس دوم در قانون اساسی و در تمام قوانین مجازات اسلامی، تمام اینها مواردیه که اینها زمانی در حکومت تاییدش کردن، نزدیک به حکومت بودن تاییدش کردن. چرا غیر قابل ببخشید جمله رو بگم آقای جمله، فقط مسئله اینه که زمانی قابل باور میشه که از اون گفتمان فاصله گرفتن و البته هنوز با گفتمان فمینیستی و خواستهای زنان فاصله زیادی داره، اما خوب است. من اول بحثم گفتم خوب است که حتی این افراد نیز بپیوندن و لااقل راجع به حجاب اجباری موضعشون درست. وقتمون خیلی کمه متاسفانه. آقای محمدپور شما بفرمایید. من میخوام با این نکته تموم بکنم که این حرفا بخش بزرگش به حکومت برمیگرده. در شرایط فعلی با حکومت چه میشه کرد؟ ببینید اولا من به صراحت اینو بگم، خانم امین با ما صحبت نمیکنه، با من هم به صراحت صحبت نمیکنه. چون میگه کارنامه اینها، کارنامه من چه ربطی حکومت داره؟ من هیچ وقت در این سیاستی نبودم، عضو هیچ گروه سیاسی نبودم. نکته اصلی این است که خانم امین میگه این حرفا قشنگه، ولی میگه شما چرا اسم از رسالت محمدی میذارید؟ شما چگونه میتوانید به یک انسانی که مؤمن به دین محمد ابن عبدالله، شما بهش بگی شما که میخوای از حق زن دفاع کنی حق نداری اسم محمد رو ببری؟ نه آقا، این در نظام فکریش میگه من در قرن 21 زندگی میکنم، مؤمنم، مسلمانم، شیعم، ولی حق هیچ زنی و هیچ انسانی رو ضایع نمیکنم. به بهانه تفاوت هایی که مردم در رنگ، جنسیت، نژاد، اعتقاد و دین دارند، اینها رو از حقوق سیاسی و اجتماعیشون محروم نمیکنم. این ماییم. جمهوری اسلامی این کارا رو نمیکنه. اصلا تمام نکته اینه که شما برید به فقیهان، به مجتهدان و به عالمان بگید که این کاری که این راهی که این حکومت داره میره با مایه آبروریزی شماست. حالا اونا یا گوش میکنن یا گوش نمیکنن، ولی خطاب به انسان و خطاب به زن در این جامعه است. خانم امین شما کمتر از یک دقیقه، با این حکومت، با این رفتار چه میشه کرد اگر شما روشی مثل روش آقای محمدپور و دوستانش رو قبول ندارید؟ من دفاع میکنم از اینکه هر مردی در ایران علیه این سیاست‌های حاکمیت علیه زنان بیسه، در خیابان پشت زنان بیسه. اما نگاه مردسالار در این بیانیه که ما رو به رسالت محمدی و در واقع پایه‌های زندگی علوی حواله میده، نشون میده که این بیانیه از سوی زنانی که دارن تو خیابون هزینه میدن خوشبختانه مورد اعتماد قرار نمیگیره و نباید بگیره. به نظر من باید این دوستان در عمل و در فردای این بیانیه هم نشون بدن، نه اینکه 4 سال صبر کنن و مجددن یه بیانیه بدن. بسیار زمانی ممنون. که زنان خودشون تو خیابون دارن خواستهاشون. سپاسگزارم از شادی امین، پژوهشگر فعال سیاسی از فرانکفورت آلمان با ما و اینجا در استودیو. داریوش محمدپور، پژوهشگر علوم سیاسی.